بر شما. با بحث مرخصی زندانیان سیاسی یک حق یا یک امتیاز در خدمت شما هستم. خرداد ماه پارسال انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. آقای احمدی نژاد برنده اعلام شد. به این نتیجه اعتراض شد. عده‌ای مجروح شدند، عده‌ای کشته شدند و بنا به اعلام خود قوه قضاییه بیش از 4000 نفر هم بازداشت شدند و خیلی‌هاشون همچنان زندانی هستند و از مرخصی رفتن هم محروم. این افراد بیشتر معروفند به فتنه‌گران. آدم هایی مثل محمد سیف‌زاده، حقوقدان با توجه به قانون و تبصره ها و استثناء ها و چنین و چنان ها، در مجموع مرخصی رو حق این زندانی ها می دونن. اما همه اینطوری فکر نمی کنن. مثلا آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مرخصی رفتن رو یک رأفت اسلامی میدونه که نباید به زندانیان سیاسی داده بشه. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور هم میگه مرخصی حق زندانی ها نیست، شروطی داره. آدم های مثل اسماعیلی مرخصی رو یک امتیاز میدونن و خیلی هاشون هم اون رو پاداش نوشتن ندامتنامه، مثل دادستان تهران آقای دولت‌آبادی. شما جزو کدوم دسته هستید؟ با آقای جنتی موافقید یا با خانواده زندانیان سیاسی که مرخصی رو حق مسلم زندانی خودشون میدونند؟ مرخصی باید حق یک زندانی باشه یا یک امتیاز؟ با این سوال با شماییم. بله، ماندل خانم تدیون با ماست. سلام حمیده و سلام بر بینندگان عزیزمون. خب همینطور که حمیده بحث امروز رو معرفی کرد، بحث امروز در رابطه مرخصی برای زندانیان سیاسی است. اگر تمایل دارین که تماس بگیرید و در بحث امروز شرکت کنین، راه‌های متفاوتی هست. یکی از این راه‌ها وبلاگ برنامه ما هست که آدرسش روی خط blogspot.com هست. میتونین اونجا برین، موضوع برنامه نوشته شده و میتونین نظر خودتون رو اونجا بنویسین. میتونین همچنین به ما ایمیل بفرستید با آدرس روی خط @voanews.com. من ایمیل های شما رو هم چک میکنم و البته فیسبوک برنامه ما با آدرس صدای شما خط مورب روی خط، که اونجا هم موضوع برنامه رو مینویسین. میتونین بیان اونجا نظر خودتون رو بگید و من این هر سه رو چک میکنم که در انتهای برنامه که تقریبا یه نیم ساعت دیگه میشه بیام و با حمیده در موردش صحبت کنیم. پس ماندانا رو دفعه بعد که ببینیم با کل پیام ها از همه این طرقی که گفتیم برگشته به استودیو. ممنون و سپاسگزار هستم. تک برنامه با شماره تلفنی هم که الان اعلام میکنیم میتونین تماس بگیرین اگر دوست داشته باشین و نظرتون رو در مورد بحث امشب مرخصی یک حق یا یک امتیاز بیان کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. زندانیان سیاسی، چند تا عکس رو مروری میکنیم و اسامی اشخاصی که در زندان هستن و از داشتن مرخصی محروم. بله، آقای احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، محمد اولیای فرد، نسرین ستوده و شبنم مددزاده. محمد داوری، حسین رونقی معروف به بابک خرمدین، محمد صدیق کبودوند، مهدی محمودیان، آرش سقر، مجید دوری. گروه بعد مهدی علی ملیحی، ضیا نبوی، مهدی گلرو، بهاره هدایت، مهدی فتاح، پروین جوانزاده. این گروه بعد ارسلان ابدی، زهرا بهرامی، عدنان حسنپور، حسین درخشان، حشمت الله تبرزدی، بهروز جاوید تهرانی. در آخر ارژنگ داوودی، علی صارمی.
بله عزیزان، متاسفانه نمیشه اسامی همه رو خوند. همه اونایی که الان در زندان هستن و مرخصی ندارن، هستن تعداد بسیار زیادی از زندانیان که نام و نشانی از اونها ما نداریم یا در خبرها از اونها کمتر صحبتی میشه و به اونها و موضوع اونها پرداخته میشه. اما خب یه چند مثال بود. یک نگاهی از نقطه نظر قانونی داشته باشیم به قضیه مرخصی زندانیان سیاسی. اولین آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 61 به تصویب شورای عالی قضایی رسید. توی این 28 سال موادش کم و زیاد شده، تفسره بهش اضافه شده، کم شده، محتوا و قالبش هم یک دگرگونی‌ها و تغییراتی درش صورت گرفته. یکی از حساس‌ترین موادی که این آیین‌نامه داره مربوط به مرخصی زندانی‌ها هست. بحث امشب ما که آخرین اصلاحیش در 17 ماده و 10 تفسره بوده و به تایید آیت الله لاریجانی، صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم رسیده در اردیبهشت ماه همین سالی که ما هستیم، سال جاری، و تایید و تصویب شده از سوی ایشون. ماده 213 رو اجازه بدید یه نگاهی بندازیم در ارتباط با مرخصی زندانیان. میگوید به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضایی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه آموزی و اشتغال به زندانیان در چارچوب موارد مربوط به این فصل مرخصی اعطا می‌شود. یه تفسیر بسیار مهمی داره ماده 213 که همینجا آمده، در همین زیر قید شده، گفته اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می باشد. خب امتیازا و اینها رو همه تو ماده 24 گفته. ماده 24 همین اصلاحیه از شرایط اعطای مرخصی صحبت کرده. همطور اگه مطالعهش بکنید، این اصلاحیه به یک ماده بسیار مهمی میرسه و به اون ماده برمیخوریم که ماده 221 هست که مستثنیات اعطای مرخصی رو در واقع توضیح داده که این محکومین از شمول اعطای مرخصی مستثنا میشن، مگر به شرط و شروطها که هم قید کرده و اینکه با این قید باید تایید دادستان رو هم داشته باشین که تایید بکنه که شماها این امتیازها رو گرفتید. اما بند الف این ماده خیلی مهمه. پس بند الف ماده 221 رو با هم یک مروری بکنیم. محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، روبودن مال دیگری از طریق کیفزنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دار کردن مراکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها که میبینید مسئله اقدام علیه امنیت کشور رو در کنار و جاسوسی رو در کنار این جرائم دیگری مثل قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اینها در این بند گنجونده بوده که خب خیلی مهم هست. موارد قانونی بسیار زیادی داره که در حوصله این برنامه وقتی برنامه نمی گنجه، اما این دو مورد خیلی موردهای کلیدی و مواد کلیدی این اصلاحیه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بودن که با همدیگه مرور کردیم. گزارش اول برنامه رو ببینیم و برگردیم. تشکر از آرش سیگارچی به خاطر تهیه این گزارش. بر اساس قوانین در جمهوری اسلامی ایران، برخی از زندانیان در صورت رضایت مسئولان زندان و دستگاه قضایی ضمن سپردن وثیقه اجازه دارند به مدت کوتاه به مرخصی بروند. این مسئله در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی مورد تأکید قرار گرفته و در سالهای گذشته زندانیان زیادی از این امتیاز برخوردار بودند. البته در قانون کسانی که به جرایمی مانند سرقت مسلحانه، جاسوسی و دایر کردن مراکز فساد مرتکب و یا به اعدام محکوم شده اند از این قانون مستثنا هستند، مگر اینکه دادستان یا رئیس حوزه قضایی با مرخصی آنها موافقت کنند. گاهی برخی از زندانیان توان سپردن وثیقه را ندارند و در موارد ازدواج یا فوت بستگان درجه یک، مجرم تحت الحفظ ماموران تا چند ساعت به مرخصی می رود. موارد استثناء از اعطای مرخصی به زندانی در قانون مشخص شده، اما در سالهای اخیر مسئولان قضایی مانع مرخصی برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی شدند.
هرچند در ماه‌های اخیر برخی از چهره‌های سیاسی مانند تاج‌زاده، نبوی و میردامادی به مرخصی‌های کوتاه‌مدت آمدند، اما در مواردی با مرخصی چهره‌هایی چون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، میلاد اسدی، امیرحسین کاظمی، هنگامه شهیدی، هاشم خواستار، نادر کریمی، ارسلان ابدی و پیمان عارف مخالفت شده است. ماه پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در سخنانی از مسئولان قضایی خواست به آنچه فتنه‌گران می‌نامد مرخصی ندهند. این فتنه‌گران بیکار ننشستند. اینا آتش زیر خاکسترند. از وقت آدم می‌بینه یه کارایی می‌کنند از نمی‌فهمه آدم فلسفه‌ش نمی‌فهمه. مثلا یه عده زندانیای از این فتنه‌گران رو بردن بیخود مرخصی بهشون میدن. این درسته واقعا که زندانیش محکوم شده در فتنه نقش داشته، حالا یه مرخصی بهش بدیم بعدم بیاد همون مد کارای گذشتش رو دنبال بکنه، توبه هم نکرده سر جای خودش هم هست. اینا رو من صحیح نمیدونم. مرخصی دادن به این یعنی مرخصی دادن به سارق، یعنی برو دوباره دوسته بکن وقت هم اینجا. در پی این سخنان دادستان تهران تاکید کرد عوامل اصلی فتنه به مرخصی نخواهند رفت. این واکنش مسئولان قضایی ایران در شرایطی صورت گرفته که 7 چهره اصلاح طلب در زمان مرخصی از زندان در نامه‌ای سرگشاده از سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران منصوب به سردار مشفق شکایت کردند. مسئولان قضایی هنوز واکنشی به این شکایت نشان ندادند، اما فعلا مرخصی زندانیان سیاسی را لغو کردند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا، واشنگتن.